پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، سید اسماعیلوف ملای منطقه یکی از رهبران اسلامی در اوکراین بود. او از موقف مذهبی خود کنارگیری کرد و به مبارزه آغاز نموده است. اسماعیلوف یکی از صدها مسلمان در منطقه کوستاینوف کوفا در دونتسک است. او روز شنبه با سایر مسلمانان مراسم عید را آغاز نمود. عید یک تعطیل مهم برای مسلمانان در سراسر جهان است، اما در وضعیت خاصی که کشور ما قرار دارد و از 4 ماه به این سو جنگ ادامه دارد، قسمت زیادی از قلمروهایی را که مسلمانان زندگی می کردند و بیشتر در کریمیا و دونباس به سر می بردند اکنون اشغال شده است. ما عید را در اوکراین که در وضعیت پیچیده قرار دارد تجلیل می کنیم. از سال گذشته بدین سو اسماعیلوف جنگجویان منطقه را آموزش می‌دهد و قبل از آن برای 13 سال ملاح مسجد بود. او در خطبه نماز عید گفت که عید امسال یک نماد در میان جنگ در آن کشور است و از کسانی که خانه هایشان را در جنگ ها از دست دادند صحبت نمود. ما برای پیروزی دعا میکنیم، برای آزادی مناطق خود دعا میکنیم و امیدواریم که مسلمانان مسئول بمانند و با خانواده هایشان بپیوندند. کوستیان تینکووا در نزدیک خط مقدم جنگ اوکراین موقعیت دارد و به میدان جنگ مبادر شده است که بیشتر شدت گرفته است. این مسجد یگانه مسجد فعال در منطقه تحت کنترل اوکراین در دونباس است. روز شنبه شماری از باشندگان محل از مناطق غربی برای عید آمده بودند. اولهای بیشای خانم 45 ساله اوکراینی حقوقدار و کارمند صحی از کیف است. او در سال 2015 به دین اسلام روی آورد و در سال 2014 در خط مقدم جنگ در دونباس خدمت میکرد و جنگ امسال را جهاد خود میداند. 2022 зрозуміло, що це інше. جنگ سال 2022 شبیه جنگ 2014 نیست. در آن زمان مهاجمان روسی در برابر اردو جنگ می‌کردند، اما اکنون آنها با افراد ملکی می‌جنگند و تلاش دارند تا اوکراین را از نقشه دنیا پاک کنند. اسماعیلوف در دونتسک زاده و بزرگ شده است و 8 سال قبل پس از اشغال کریمیا توسط روسیه متولد شده است. و اکنون بار دیگر در حومه شهر کیف در منطقه بوخا منتقل شده است. وقتی روسا کیف را گرفتند، جنگجویان ما بار دیگر به دونباس جابجا شدند و من به خانه ام برگشتم و به وظایف خود ادامه دادم. اکنون افراد زخمی نظامی و غیر نظامی را از منطقه بیرون می کشم و به شفاخانه ها می رسانم. در کریمیا جمعیت بزرگی از مسلمانان زندگی می کنند. همچنان در شرق اوکراین به دلیل مهاجرت های اقتصادی با آن منطقه جامعه‌ای از مسلمان ها شکل گرفته است و اکثر مسلمان های مقیم دونباس و کار در معادن و فابریکه ها مصروف هستند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.